مهمان من در جریان انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران در سال 1388 از مشاوران عالی میرحسین موسوی بود. حقوقدان است و تا قبل از آن انتخابات در یکی از دانشگاه‌های ایران درس می‌داد. او حالا در خارج از کشور است و تنها عضو علنی گروهی است که زیر نام شورای هماهنگی راه سبز امید تشکیل شده. میگوید جنبش صدر و فعالان آن نباید به سرنوشت معترضان خارج از کشور در 30 سال گذشته دچار شوند. منظور او چیست و چقدر برای اهداف و امیدهای این جنبش شانس واقعی وجود دارد؟ آقای ارزشی امیر ارجمند، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. سلام عرض کنم خدمت شما و هموطنان گرامی. متشکرم. آقای امیر ارجمند، شورای هماهنگی راه سبز امید چند عضو داره؟ تعداد اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید نمیتونیم اعلام بکنیم به جهت مسائل امنیتی که وجود داره، ولی میتونم اینو خدمتتون عرض بکنم که سعی شده از مجموعه جریاناتی که در داخل کشور دارای پایگاه مردمی هستند و جزی از جنبش سبز هستند افرادی درش باشند. وقتی میگین از مجموعه افرادی که پایگاه مردمی هستند، منظورتون از مجموعه طیف‌های چه جور طیفی مثلا؟ در جنبش سبز طیف‌های متفاوت و متکثری وجود دارند. در زمین‌های مختلف با هم دیگه اختلاف عقیده دارن. یکی از مسائلی که بسیار در زمان تشکیل این شورا مورد توجه رهبران جنبش بوده، تکثر جنبش بوده و اینکه باید که دیدگاه‌های مختلف در داخل این شورا عرضه بشه و باید افرادی که انتخاب میشن دارای اون استعدادی باشن که بتونن نقطه نظرهای مختلف رو عرضه بکنن. اگر ما نمیتوانیم به جهت مسائل امنیتی شورای تشکیل بدیم که چنان وسعتی برخوردار باشه که حالت یک مجلس ملی داشته باشه، باید بتوانیم نوعی انتخابات افراد رو در موردش تصمیم بگیریم که اونها بتونن بیشترین میزان ارائه مطالب و ارائه دیدگاه‌های طیف‌های مختلف رو از آتش بر بیارن. یعنی هدف شورای هماهنگی راه سبز امید اینه که برایند اون خواستهای جنبش سبز رو مطرح بکنه و هماهنگ بکنه، درسته؟ بله. خب حالا این چطور شما میتونیم بفهمین که در حال حاضر بعد از دو سال که از جنبش سبز گذشته برایند این خواستها چیه؟ خب ببینید، اول هنگامی که شورا تشکیل شد به خاطر اینکه یک حداقل چارچوبش مشخص باشه، منشور جنبش سبز مبنای کار شورا تعیین شد و شورا سعی میکنه در چارچوب مواضع رهبران جنبش مواضع خوش اتخاذ بکنه و همچنین تحولاتی رو که به وجود میاد در نظر بگیره. بنابراین کشور در حال تحولات روزمره است، این تحولات باید مورد توجه قرار بگیره، دیدگاه های مختلفی عرضه میشه، طیف های مختلف دیدگاه های مختلف و تحلیل های مختلف مثل وقایع روز دارن، اینا همش باید سرجم بشه و یک قدم مشترک ازش اتخاذ بشه. کار ساده ای نیست. اهداف اولیه این جنبش اون مسئله که در زمانی که آقای موسوی و آقای کروبی و به خصوص آقای موسوی آزاد بودن و بیانیه صادر می‌کردند، ظاهرا هدف این بود که در چارچوب نظام کنونی جمهوری اسلامی و با همین قانون اساسی یه سری تحولاتی صورت بگیره و رفرم‌های صورت بگیره و پایبند باشن به قانون اساسی، درسته؟ ولی در دو سال گذشته و تحولاتی که این مدت روی داده و به خصوص در تظاهرات خیابانی، مسائل دیگه ای مطرح شد که کل نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال می برد و تابوهای شکسته شد، شعارهایی داده شد و از جمله کسانی هستند در این جنبش که پایبند قانون اساسی اصولا نیستند. آیا نظرات اینها هم در شورای هماهنگی راه سبز امید نماینده داره؟ قطعا و یقینا باید که دیدگاه همه اعضای جنبش در شورا مطرح بشه. ما در شورا جناهایی داریم که معتقد هستند میباید تنها در نفرات تغییراتی حاصل بشه. ما مشکلات اساسی نداریم، قانون اساسی خوبه،
سیستم خوب هست، بعد از افراد اومده این افراد خوب عمل نمی‌کنه، اگه اونها رو کنار بذاریم کل مشکلات ما حل میشه. ایده معتقدن که نه، مشکلات ما اساسی‌تر مهم‌تر هست. قانون اساسی نهادهای ما داره اشکال هست، علاوه بر افراد که زمینه تفاصیل نادرست فراهم کرده. ایده معتقدن که ما جمهوری اسلامی می‌خوایم بدون ولایت فقیه. ایده معتقدن که ولایت فقیه هم یک نظریه هستش که نهایتاً به یک نظام غیر دموکراتیک ختم میشه. ما اصلا ولایت فقیه هم نمی‌خوایم. بنابراین جنبش سبز یه جنبش متکثری هست، اما شورا بر اساس قدر مشترکی عمل میکنه. اون قدر مشترک عبارت از این هستش که ما در چهارچوب قانون اساسی، نه به عنوان قانون اساسی به عنوان هدف باشه، در چهارچوب قانون اساسی حرکت کنیم به سمت انتخابات آزادی که یک مرحله ای است برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم ایران به صورت واقعی و تمام عیار. ولی شما آقای امین ارجمند قبول دارید که در پروسه تظاهراتی که شد و در مقاطع مختلف در دو سال گذشته، این موضوع که بخشی از جامعه ایران دنبال یک نظام سکولاره و جمهوری اسلامی دیگه نمیخواد هم وجود داره؟ بله قطعا. شما اینو قبول دارید که وجود داره؟ و سوال من این بود که شما در شورا نماینده این بخش هم دارید، یعنی بخش سکولار جامعه هم نماینده دارید؟ آنچرا که خدمتتون میتونم عرض بکنم هستش که دیدگاه‌های تمام طیف‌ها مطرح میشه و ما از تمام طیف‌ها مشاورانی داریم. یعنی اگر که شورا نتوانسته به جهت نفرات خیلی وسعت داشته باشه، اما سعی کرده که این نقطه ضعف رو از طریق گروه‌های مشورتی و مشاورانی که داره جبران بکنه. و خب ایدئال این هستش که ما بتوانیم با توجه به کل شرایط کشور انشالله وضعیتی حاصل بشه که همه جناح‌ها به صورت شفاف و واضح نمایندگی خودشون رو داشته باشن. ما هم خواستار این هستیم از این مسئله. ولی تا اون موقع آقای امیر ارجمند، اگر که در این روند مشاوره هایی که شما میگیرین و افرادی که به شما مشورت میدن به این نتیجه برسین که این بخش جامعه هم داره یک نفوذی هست و هوادارانی داره، آیا شما تجدید نظر در ساختار شورای هماهنگی تو این پروسه هم میکنید که احیانا بخشی از اونها را هم به عنوان نماینده بپذیرید؟ ببینید، اولا که خدمتتون عرض کنم، اصلا ما تکذیب نمیکنیم که این بخش وجود داره، باید مورد توجه قرار بگیرن و مورد توجه قرار گرفتن تنها به پایگاه مردم، به تعداد نیست. کسی جا نیومده رأی گیری کنه ببینید چه کسی چه میزان رأی داره. عنایت می‌فرمایید. پس بنابراین برای ما وجود این گروه سکولار یک مسئله حتمی هست، باید حتما در تمام تصمیم گیری ها نقطه نظرات شما رو توجه قرار بگیره، باید تا اونجایی که می توانیم از همه جناح‌ها و از همه گروه ها ما نمایندگی داشته باشیم. بنده باز هم به جهت معذرتی که دارم نمیتونم تمام طیف هایی هم که حضور دارن و خدمت شما نام ببرم، ولی قطعا و یقینا یک گروه قابل مطرح هست، نقطه نظری هستش که سابقه طولانی در ایران داشته، مال یکی دو روز هم نیست، باید هم مورد توجه قرار بگیره و ما هم مورد توجهش قرار میدهیم. و خدمت شما عرض کنم که منشور جنبش هم ورژن دومش بوده، به اصطلاح نگارش های بعدی هم خواهد داشت. در نگارش های بعدی هم باید که به هر حال مورد تایید دو تا رهبر جنبش قرار بگیره، ولی کارش میتونه قبلا صورت بگیره. یعنی در واقع نظرخواهی ها برای تحول نگارش دوم هم میتونه آغاز بشه، نقطه نظرات مختلف جمع بشه، گروه های مشورتی باشون مشورت بشه و اینها جمع بندی بشه. ولی خب عرضه یک نگارش سوم از منشور هم مستلزم این هستش که اون دو بزرگواری که اینو تایید کردن دوباره بتونن این کار رو انجام بدن. ما حق نداریم. یعنی شما زمینه رو آماده میکنین و منتظر میشین تا اینا آزاد بشن که بتونن. چقدر امیدوارید که آزاد بشن؟ ما امیدواریم که آزاد بشن، باید که آزاد بشن. هیچ دلیلی برای محدودیت و زندانی شدن اونها وجود نداره. زندانی شدن اونها مغایر با کلیه موازین حقوق داخلی ماست، علاوه بر اینکه مخالف موازین حقوق بشر هست. اصلا کسی باور نمی‌کنه در یک کشوری که ادعای دموکراسی می‌کنه و سعی می‌کنه که به تمام عالم درس دموکراسی بده و می‌گوید که دموکراتیک ترین کشور عالم هست، مسئولین یا رؤسای اصلی اپوزیسیونشون یا معترضینشون در زندان باشن. آره، ولی با این حال هستن، اینا در زندان هستن. و این اعتراضی که شما میگین، این انتقادی که شما دارین میکنین، افراد زیادی هم در خارج از کشور از جمله رهبران بعضی از کشورهای اروپایی هم به دولت ایران کردن.
ولی کماکان آقای موسوی و آقای کروبی در زندان یا هست یا هر چیزی که اسمش میشه گذاشت هستند و اصلا امکان آزادانه صحبت کردن و بیرون اومدن و تلفن کردن و خیلی از این چیزهایی که افراد دارن ندارن. بله درسته، شما میدونید که هیچکدوم از اینا ندارن، حتی زندانیان عادی از بعضی از امکانات برخوردار هستن که اینا برخوردار نیستن. اگه یک کسی مریض بشه در زندان، خلاصه یک مقام رسمی، یعنی یک پزشک زندان هست که یک مقام رسمی هست، اون معاینه میکنه. آقای مهندس موسوی حتی از این هم الان برخوردار نیست، آقای کروبی از هواخوری عادی هم برخوردار نیست. کلیه دستگیره‌های پنجره‌های خونه برداشتی شده که یک وقت اینا نتونن در باز کنن، یک هوایی رو استشمام کنن و به هر حال شرایطشون بسیار دشوار هست، نه بهشون مطبوعاتی در اختیارشون قرار میدن و نه از حقوق زندانی‌های دیگر هم معمولا برخوردار هستن، اینا برخوردار هستن. اما ما به دنبال این نیستیم که از کسی چیزی رو گدایی کنیم، ما بهشون تحمیل میکنیم. میباید که اینا رو آزاد بکنن، میباید که انتخابات آزاد برقرار بکنن، ما باید تمام توان اجتماعی رو بسیج بکنیم و اقدامات لازم رو صورت بدیم تا حکومت مجبور به عقب نشینی باشه. بسیار خوب آقای امیر ارجمند، در مورد خود جنبش سبز شما صحبت از این میکنین که فعالان و معترضان جنبش سبز نبایستی به سرنوشت معترضان خارج از کشور 30 سال گذشته تبدیل بشن. چه تفاوتی شما میبینید بین تمام این احزاب و گروه ها و معترضان و مخالفانی که در خارج از کشور هستن و بسیار از اونها هم مثل شما در داخل کشور کارشون رو شروع کردن، یعنی تفاوت در کجا میبینین که شما مطمئنین که مثلا جمهوری صد دوچار این مشکلات نشه؟ ما باید مراقب باشیم، ما هشدار میدیم، باید مراقب به خودمون هشدار میدیم و به همه دوستان هشدار میدیم و نقطه نظرمون رو ارائه میکنیم، میگوییم که یک تجربه 30 ساله وجود داشته، اون تجربه 30 ساله نباید که تکرار بشه، باید که از آنچه که اتفاق افتاده درس بگیریم. به نظر ما جنبش سبز هنگامی میتواند موفق باشد که همچنان بر داخل کشور اتکا داشته باشه، فعالیت های خارج از اون صحبت هم که من کردم اساسا با دوستان در خارج از کشور بوده، گفتم دوستانی که در خارج کشور هستن و جزء از جنبش سبز هستن، ما بهشون پیشنهاد میکنیم که توجه داشته باشن، به داخل کشور بیشتر نگاه بشه، نگاه بکنیم که واقعیت های عینی جامعه چی هست، همراه و همگام با اونها حرکت بکنیم، کمک اونها رو به اونها کمک بکنیم، اون کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم تا جنبش پیش بره و جدایی بین ما و واقعیت ها صورت نگیره. این نکته بسیار حائز اهمیت هست. به نظر ما میرسه که بخش خارج جنبش، کسایی که از جنبش سبز هستن و در خارج از ایران فعالیت میکنن، وقتی میتونن بیشتر مؤثر واقع بشن که آینه تحولات داخل باشن، به اونها کمک بکنن، یاری بکنن، چیزایی که اونها نمیتونن انجام بدن اینها انجام بدن، ولی فاصله نگیرن. ولی آقای امیر ارجمند، بسیاری حتی خود جنبش سبز سوال میبرن که اصلا جنبشی بدون جنبش سبز دیگه وجود داشته باشه اصلا؟ استدلالشون هم بیشتر بر اینه که هیچ نمودی نداره. در زمانی جنبش سبز حتی تظاهرات میلیونی و حتی به ضرب بعضیا بیشتر از میلیون نفر ترتیب میدادند، ولی مدت هاست که اینجا و اونجا هم وقتی که فراخوانی میشه برای تظاهرات کسی شرکت نمیکنه. با اینکه کسی شرکت نمیکنه خیلی موافق نیستم، اما در 22 خرداد ما تظاهرات کوتوله که برگزار کردیم با اقبال خوبی همراه بود. باید که اکسیون هایی رو که انجام میدیم با توجه به ظرفیت های داخل باشه، با توجه به شرایط داخل کشور باشه، باید درس بگیریم از شرایط و اوضاع احوال و چیزها رو پیشنهاد بکنیم که عملی باشه برای مردم. این پس ما رو برای این مسئله اوله، ولی این به معنای اینی که اگر ما تظاهرات خیابونی نداشته باشیم به معنای اینکه جنبش وجود نداره نیست. جنبش در مطالبات مردم هست که مطالبات همچنان وجود داره، مردم مطالباتشون دارن، عمیق تر شده، گسترده تر شده، در شبکه‌های اجتماعی ما است که داره تقویت میشه، گسترش پیدا میکنه و به نظر من میرسه که مسئله اساسی که وجود داره و ما همیشه روش تاکید کردیم بحث آگاهی بوده، بحث این هستش که این جنبش آگاهی بخشی هست و اگر ما ببینیم که آگاهی جامعه بالا رفته و مردم نسبت به وضعیت خودشون و وضعیت حکومت و وضعیت معترضین آگاهی دارن، به نظر میرسه که جنبش همچنان زنده است. به نظر ما میرسه هست. شما نگاه بکنید که اگر روز 25 بهمن هم اعلام کردن که جنبش مرده، همه ادعا بود دیگه، 25 بهمن گفتن جنبش تمام شد، مرد. و وقتی که آقای مهندس موسوی و آقای کروبی اون بیان دادن متعجب شدن،
دستگاه‌های اقتدارگرا متعجب شدن که 1,000,000 نفر در خیابان‌ها حاضر شدن و این باز هم هی تکرار میکنن و باز دوباره تکذیب میکنن. شما نگاه کنین همین اخیراً اومدن گفتن نه این فتنه زنده و سر حال هست و باید مواظبش باشیم. ولی شما آقای امیرعلی صحبت از این میکنین که جنبش تا 2 سال گذشته به قوام و بلوغ خودش رسیده و اینا، ولی شواهدی که موجوده برعکسه، یعنی شواهد نشون میده که جنبش فروکش کرده، افراد دیگه علاقه به اومدن تو خیابونا و اعتراض ندارن و به هر حال یک عده در سر رهبرانش در زندانن و یه عده هم در خارج از کشور مثل شما نشستن و صحبت از جنبش میکنن. نه به نظر من مثل که این نیست. ببینید شما موازه خود اگه حتی موازه مقامات ارشد کشور رو ملاک قرار بده این نیست. ما همچنان هر روز شاهد ادامه سرکوب هستیم. اگر جنبش تمام شده این همه سرکوب برای چیست؟ شما نگاه بکنید که امروز فشارها به افراد از خود افراد خارج شده، به خانواده هاشون رفته. مردی رو در ایران نگه می‌دارن، زنش در خارج از کشور. به نگاه بکنید همین یک مسئله خیلی ساده، آیت الله امجد رو خانوادهش ممنوع خروج میکنن بدون اینکه اصلا هیچ کاری در مسئله سیاسی داشته باشه. این از چی میترسن؟ چرا اگر که جنبش تمام شده از چی میترسن؟ این همه گرفتن، زندانی کردن و محدودیت ها مال چیه؟ به نظر میسه که کاملا واقف هستن که جنبش از بین رفته. ولی از طرف دیگه میشه این استدلال را هم کرد که اصطلاح مقامات جمهوری اسلامی ایران در سرکوب جنبش موفق بودن و تونستن مردم رو مرعوب بکنن، ادعی رو زندانی بکنن و به هر حال جلوی هر نوع اعتراضی رو بگیرن، یعنی در سیاست اعمال خشونت موفق بودن. ببینید در سیاست اعمال خشونت کسی که قدرت داره، 500 میلیارد هم درآمد نفتی داشته، به هر حال توفیقاتی داره، تکنیک های جدیدی رو ابداع میکنن برای اینکه مردم رو سرکوب کنن، اجازه خروج از خونه ها ندن و غیره. ولی خب همه اینها نشون دهنده این هستش که این میزان از سرکوب هم کفایت نکرده. یعنی وقتی شما به سرکوب روی میارید دیگه اقتدار ندارید، مشروعیت ندارید. کسی که میاد از سرکوب برای به عنوان تنها وسیله برای ادامه حیات خودش استفاده میکنه، یعنی قبلا قبول کرده که مشروعیت نداره. الان هم وضعیت آقایون به همین ترتیبه. شما نگاه بکنید که دوچار یک بنبست تئوریک و بنبست عملی هستن. در یک زمانی دو گروه آمدن با هم یه اتحاد کردن و یک گروه شدن و در انتخابات تقلب کردن و بعداً عده‌ای آمدن گفتن شما تقلب کردین، قبول نکردن. هر کدوم الان دیگری رو متهم می‌کنین که تقلب کرده، هر کدوم دیگری رو متهم می‌کنین که می‌خواد در انتخابات بعدی تقلب کنه. پس بنابراین اساس پذیرفتن که در انتخابات امکان تقلب وجود داره، ولی هر کسی میگه دیگری می‌خواد تقلب بکنه. امروزه نگاه بکنید بنبستی که بهش رسیدن. آقایون از دین استفاده ابزاری می‌کردن. یه نفر پیدا شد که به هر حال ادعا شد که ایشون اسلامی ترین مؤمن ترین دولت تاریخ ایران بوده، محورس ترین دولت تاریخ ایران بوده، کارآمد ترین دولت ایران بوده و پاک ترین دولت ایران بوده و ایشون هم ادعا کرد که به هر حال حاله امام زمان ایشون رو حفاظت میکنه و غیره و غیره. و بعدن آمدن گفتن که ایشون جریان انحرافیه، یک جریان انحرافی هست، ضد امام زمان هست و غیره. خب این مسئله اساسی. از اون طرف می‌بینیم که طرف دیگه مجبوره برای اینی که در مقابل ادعاهای اسلامیت جریان انحرافی پایداری نشون بده، سطح این بره بالا، ادعا میکنن که بله ما در واقع از جانب خدا صحبت میکنیم. یا امام زمان هم دیگه گذاشتن کنار، الان از جانب خدا صحبت میکنن و بعدا هم میگن اگر هم کسی که از جانب امام زمان داره صحبت میکنه دچار اشتباه بشه، تقصیر امام زمانه که جلوش نمیگیره، تقصیر خود این نیست. پس من اومدن در بعد توریک مطلق کردن قدرت و مقدس کردن قدرت رو دنبالش کردن، الان توش موندن. خب حالا یعنی همه اینها اتفاقاتی که افتاده و شما نظرتون اینه که نشان دهنده بحرانیه که دامنگیر حکومت شده؟ بله، به خاطر اینکه هم این بحران، ببینید بحران، خب حالا جنبش صد میخواد چطور از این بحران که به وجود اومده
به نفع جنبش و به نفع به هر حال کسانی خواهان تغییر و تحول هستن استفاده بکنه. خب ببینید، همین که شما میفرمایید اینا در سرکوب موفق بودن، میخوام اینجا رو تحلیل بکنم که ببینید الان خود وزیر اطلاعات شما گفته آقا ما مشکلات اساسی داریم. این خیلی بحث جالبیه که گفته یک مسئله فاصله بین مردم و نظام به وجود اومده، فاصله بین، این خیلی نکته مهمه، بین طرفداران نظام و رهبری به وجود اومده، اختلاف بین خود اصولگرایان هم به وجود اومده. خب این نشون دهنده این هستش که آقایون در بنبست کامل هستن از نظر تئوریک. وقتی اگر فکر میکردن یک زمان رهبری اختلافات آقایون میتونه حل بکنه، دیگه نمیتونه حل بکنه. هر کدوم از آقایون میگن ما حرف خودمون رو داریم، سخن خودمون رو داریم، عنایت میفرمایید. خب پس ما بر این یک کشوری که از نظر مشروعیت در پایین ترین سطح مشروعیت، از نظر اقتدار جز خشونت راه حل دیگه ای نداره، از نظر وضعیت اقتصادی 500 میلیارد دلار نصف کل درآمد نفت تاریخ ایران رو صرف کرده و به جایی نرسیده، از نظر فساد دستگاه حکومتی هر روز بخش دیگر رو مورد اتهام قرار میده، کسایی رو که به هر حال مجبور میشن دوستان قبلی همگر قاچاقچی برادران قاچاقچی صدا بزنن، و خب اینا همش نشون میده که ما اگر که جنبش سبز وجود نداشت و ادامه حیات نمیداد. سوال من آقای امیرجان این بود که حالا همه این حرفایی که شما میزنید دلالت بر بحرانی بودن وضعیت حکومت ایران میکنه. سوال من این بود که جنبش سبز چطور میتونه از این وضعیت به نفع خودش استفاده بکنه؟ ببینید و چه کار داره میکنه اصلا؟ ببینید ما همون کاری که همچنان میکردیم آگاهی بخشه. بخش مهمی از کاری که این اتفاقات که میفته ناشی از آگاهی بخشه که ما انجام دادیم، مقاومت رو که انجام دادیم. ببینید اون زمانی که ما اومدیم راجع به خرافات صحبت کردیم، خلاصه یک مسئله بود. امروز آقایون اومدن خرافات قبول کردن، یعنی مشروعیت بخشیدن به مطالبات ما، به ادعاهای ما. چطور جنبش از این سود نمیبره وقتی مطالباتی رو که حرفای شما میزدیم یک داره تصدیق میشه؟ و امروز هم داریم میگیم که راه حل ماجرا تنها یک انتخابات آزاد، سالم و بدون نظارت استصوابی هست. بسیار خوشحالم که به مسئله انتخابات، برای اینکه من میخواستم بپردازم به مسئله، برای اینکه این مسئله خیلی مهمیه و موضوع بحث همه جاست، به خصوص بعد از صحبت‌های آقای خاتمی که بحثشون اینه که در انتخابات با شروطی میشه شرکت کرد. من میخوام ببینم که این موضعی که آقای خاتمی گرفته موضوع جنبش سبز، موضوع شورای هماهنگی راه سبز امیده. ببینیم شورا حدود بنده دو ماه پیش در مورد انتخابات صحبت کوتاهی انجام داد. موضع ما این بود که الان زمان طرح مسئله انتخابات هست، نه تصمیم گیری کردن در مورد انتخابات. انتخابات برای ما که یک جنبش مسالمت آمیز هستیم، هم استراتژی و هم تاکتیک هست. استراتژی هست به جهت اینکه ما گذار به دموکراتیک رو از طریق مسالمت آمیز می‌خوایم و این هم غیر از انتخابات راه حل دیگه‌ای نداره. تاکتیک هست به جهت اینکه طرف مقابل می‌خواد یک انتخابات سوری برقرار بکنه و مشروعیت به خودش ببخشه، ما با اون مقابله می‌کنیم و اون رو افشا می‌کنیم و به مردم آگاهی میدیم که چه اتفاقی داره می‌افته. بنابراین ما نه موضع عدم شرکت مطلق داریم، بگیم در هیچ شرایطی شرکت نمی‌کنیم، این حرف برای یک نسبت مسالمت‌آمیز اصلا قابل قبول نیست. اگر شرایطی که آقای خاتمی مطرح کردن محقق بشه شما شرکت می‌کنید؟ اجازه فرمایید. ببینید دوم این هستش که ما عدم شرکت نامشروط هم شرکت به هر ترتیبی هم نداریم، اصلا معنا نداره که ما به هر ترتیبی بخوام در انتخابات شرکت بکنیم یا یک شروطی بزنیم، مثل اینکه آقای ایکس ایگرگ یا حزب ایکس یا ایگرگ شما دین اگر که تایید صلاحیت کردیم ما در انتخابات شرکت میکنیم. یک فرایند داره، انتخابات آزاد معنا داره، اون باید صورت بگیره. با دربند بودن رهبران جنبش سبز انتخابات آزاد معنا نداره، با زندانی بودن رهبران گرایش‌های مختلف اتفاقی مختلف انتخابات آزاد معنا نداره، با تعطیل بودن احزاب سیاسی سندیکاها روزنامه‌ها انتخابات آزاد معنا نداره. هر زمانی که حکومت آمد اینها رو انجام داد و نظارت استصوابی از بین رفت، توجه می‌فرمایید، و امکان نظارت مستقل بر جریان انتخابات وجود داشت که دوباره نخوان تقلب بکنه در انتخابات، اون که در قبل اتفاق افتاده تکرار بکنه، به هر حال بله انتخابات شرکت میشه ولی خب. انتخاب بکنه اگر نشه، نداره اگر نشه هیچ دلیل نداره که این بعد تصمیم بگیره. ما نظر امیدی مردم بعد تصمیم بگیرن. به نظر ما میرسه که انتخابات آزاد اینه،
انتخابات آزاد اگر این شرایط نداره. اگر این شرایط محقق نشه و فراهم نشه، لازم نیست که ما در هر انتخابات شرکت کنیم. ما قبلا گفتیم که لازم نیست که در هر شرایطی در هر انتخابات شرکت کنیم. انتخابات باید آزاد باشه تا مقدمه برای تحقق حق تعیین سرنوشت واقعی مردم باشه، وگرنه ما که نمیخوایم که بریم آقایون یه به اصطلاح راه باریکه نشون بدن و بعدا ما رو به سوی خودشون جلب کنن. صحبت از اینه که ممکنه طیفی از اصلاح طلبان یا بخشهایی از اصلاح طلبان معتدلتر جذب بشن به این انتخابات و حکومت هم بخواد عده‌ای رو شرکت بده و حتی اینها در مجلس آینده هم اقلیتی به مراتب بیشتر از اون چیزی که الان هستن هم باشند. خب حتی صحبت از اینه که اگر اینها اکثریت هم به دست بیارن در مجلس آینده، باز با بودن اون حکم حکومتی میتونه خیلی چیزا عمل در نیاد، لایحه تصویب نشه، حتی بحثش نذارن بشه. در تجربه چندین ساله بوده، زمان آقای خاتم، آقای خاتمی هم قدرت اجرایی داشت و هم مجلس رو داشت ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. ببینید اولا یک موزه اصلاح طلب از زبان چه کسی شنفتیم؟ از زبان آقای تاج‌زاده، از زبان آقای مهاریزای خاتمی، اینها بودن که اعلام کردن مشخصا معین همچین برنامه‌ای نیستش که، یا آقای شکوری رات حتی این مسئله نبوده که بیان شما انتخابات آزاد بدون این شرایط انجام بدین. اینکه یه عده اگه بخوان تحت عنوان اصلاح طلبی برن در طی هر شرایطی در انتخابات شرکت کنن، مسئله خودشونه، به اصلاح طلبی ارتباطی نداره. اما ببینید اگر که ما با نیروی اجتماعی خودمون بتونیم حکومت رو به عقب بنشونیم که انتخاب زندان رهبران جنبش آزاد بکنه، مطبوعات آزاد بکنه، سندیکا رو آزاد بکنه و روزنامه رو آزاد بکنه و نظارت بر انتخابات نظارت مستقل باشه، قطعا و یقینا بدونین که نه حکم حکومتی وجود خواهد داشت، یعنی قدرت رهبری قدرت محدود خواهد بود و همچنین شورای نگهبان نمیتونه این کار انجام بده. این مسئله مشخص و معینی هستش که ما با فشار شما اونها رو به عقب بنشونیم و اجازه ندیم دوباره تکرار بشه. مسئله اساسی محدودیت قدرت شورای نگهبان مغایر با اون روح قانون اساسی داره کار میکنه. البته به خود قانون اساسی ایرادات زیادی وارده، ما منکر نیستیم که قانون اساسی اشکال داره، قانون اساسی ما یه قانون اساسی نیستش که بتونه یک نظام دموکراتیک معنای واقعی در این مرحله بر اساس در همین مرحله از همون ظرفیتش هم میخواد استفاده بشه. اینی که آقای شورای نگهبان بتواند بیاد دوباره لایحه‌ای رو قانونی رو سانسور بکنه با قدرت شما که وجود داره امکان پذیر نخواهد بود. و اون چیزی که به هر حال برای ما مهمه عقب روندن پله به پله اونها هست و اگر که شرایط متقابل پیدا نکنیش دلیل نداره در انتخاب شرکت بکنی. خیلی متشکرم آقای عرشی رمی ارجمند از شرکتتون در برنامه به بار دیگر. ممنون از شما.